Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mi fermet ki Allah subhanahu ve ta'ala در روز قیامت بندگان را نزد خود می تلود میگد ای بنده من این عمل را بخون که این گناه را تو مرتکب شدی و یا نشدی. بنده هم تصدیق می کند و الله سبحانه و تعالی میگه ای بنده من تو در دنیا گناه کردی و من گناهان تو را پوشاندم و در آخرت هم می بخشمد. برو. وقتی که الله سبحانه و تعالی با آن عظمتش گناهان من را می پوشند و گناهان من را می بخشد، پس من و تو کی هستیم که گناه دیگران را بروهش می کشیم؟ وقتی که الله با آن عظمت می گه من می بخشم بنده های خود را، گناهانش را می بخشم، پس من و تو حق نداریم که گناهان دیگران را بروهش بکشیم. با خود فکر کن، آیا من و تو کارت ورود بهشت را با خود داریم که دیگران را مهر دوزخ بایش می زنیم؟ نخیر. هر انسانی در زندگی خود اشتباه و گناه می کند، اما بدترین انسان آن انسانی هست زمانی که گناه را مرتکب می شود فرداش بیاید و بر دیگران قصه بکند و یا موبایل خود را گرفته بر دیگران نشان بدهد که من با چنین و چنان شخص این کار و آن کار را کردم. بدترین انسان هست و الله سبحانه و تعالی آن انسان را نمی باشد. وقتی که الله گناهان ما را می پوشاند، پس راز بین تو و الله تو است. دوم شخص را هم خبر نباید کنی، پدرت را حتی نباید خبر کنی، برادرت را حتی نباید خبر کنی، بهترین دوستت را حتی نباید خبر کنی. می دانی چرا؟ چون هر گاهی اگر تو بر مقامی هم برسی، اگر امام مکه معظمه هم شوی، تو را به چشم حقیر می بیند، تو را با امان افکار میبیند که برایش قصه کردی. پس هیچ گاهی گناهی که بین تو الله تو است برکس قصه نکن، فقط از الله مغفرت بخوا. در نیمه های شب بلند شو، مانند یک طفل اشک بریز، بگو یا الله من اشتباه کردم، و الله درهایش باز است تا زمانی که مرگ به فراغت نامده، دروازه های توبه باز هست تا تو توبه بکنیم. پس عمرمان بسیار کوتاه هست، با غفلت کوتاهش نکنیم. همه ما در انتظار هستیم که فردا یا پس فردا قیامت میه. نه خیر، وقتی که هر انسانی فوت کرد قیامتش شروع شد، فقط موت قامت قیامت، وقتی که فوت کردی قیامتتو شروع شد. پس کوشش کنیم که در این نقطه زمانی که من و تو قرار داریم توبه بکنیم و حضور پروردگار دستان خود را بالا بکنیم که یا الله ما اشتباه کردیم، ما آن را ببخش. الله سبحانه و تعالی توبه کنندگان را دوست دارد. الله سبحانه و تعالی میگه ان الله یحب التوابین، من توبه کنندگان را دوست دارم. پس بیایم که آبروی خود و یک دیگر خود را حفظ بکنیم و هیچگاه گناه شخص دیگری را پیش کسی دیگری قصه نکنیم. وقتی که الله گناهان من را می پوشاند و گناهان من را هم می بخشد، پس من و تو حق نداریم که گناهان دیگران را بروح دیگران بکشیم. تو بر دیگران رحم کن که الله سبحانه و تعالی بر تو رحم کند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرمد لا یرحم الله لا یرحم الناس، الله سبحانه و تعالی بر آن شخص رحم نمی کند که بر دیگران رحم نکند. چرا ظالم شده ایم؟ بیاین در مقابل یک دیگر خود رحم کنیم و گناهان و اشتباهات یک دیگر خود را مانند که الله سبحانه و تعالی می پوشاند حفظ بکنیم تا الله بالای ما رحم کند.